درود بر شما لطفا برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید با سپاس هنگامی که محمد توهم زد که قرار آخرین پیامبر خداوند باشه در شهر خودش مکه شروع به رساندن پیام وحی به مردم کرد برای اینکه بتونه دینش رو گسترش بده شروع کرد به رفیق و مرید جمع کردن و این کار رو به مدت دوازده سال انجام داد ولی تلاشش در مکه به جایی نرسید و بی سمر موند و بعد از این دوازده سال فقط موفق شد تعدادی از فامیلهاش و دوستان نزدیکش رو به خدمت خودش در بیاره پس اطرافیان نزدیکش و خودش به این فکر کردن که اگه به مدینه برن که اون موقع اسمش یسرب بود و محل تجارت و بازرگانی یهودی هایی بود که در اونجا زندگی میکردند و محمد فکر کرد که اگه به مدینه هجرت کنه و دینش رو به یهودیا معرفی کنه و اگه اهالی مدینه دین محمد رو قبول کنند و اون رو به عنوان پیامبر قبول کنند میتونه بین افراد قبیله خودش هم احترام و اعتبار کسب کنه و اونها هم دیگه محمد رو میپذیرند پس محمد شروع کرد به های کلان زدن به کتاب عهد عتیق تا بتونه دینش رو برای یهودی ها ملموستر و قابل درک بکنه و کاری کنه که دینش به یهودیت شباهت زیادی داشته باشه برای همین هم هست که شباهت زیادی بین یهودیت و اسلام میبینیم مثلا یهودی ها گوشت خوک نمیخورند مسلمانان هم گوشت خوک نمیخورند یهودی چندین بار در روز نماز میخونند مسلمانان هم چندین بار در روز نماز میخونند یهودی در یوم کیپور روزه می گیرند مسلمانان در رمضان روزه می گیرند محمد و یارانش به مدینه هجرت می کنند به همین دلیل سوره های مکی و سوره های مدنی با هم بسیار تفاوت داره پیغام و رسالتش را با خودش به مدینه برد به امید اینکه بتونه یهودی ها رو راضی کنه شروع کرد به صحبت کردن در مورد اهل کتاب و اینکه چقدر این دو دین شبیه به هم هستند بعد از مدتی وقتی که یهودی ها دین اون رو نپذیرفتند و حاضر نشدند که از محمد به عنوان آخرین فرستاده خدا پیروی کنند محمد هم به دشمنی با یهودی ها برخواست و شروع کرد به کشتن و بیرون روندنشون از مدینه و همینجا بود که قبله رو هم از بیت المقدس به مکه تغییر داد اینجا بود که اسلام از دوازده سال اولی که یک جنبش معنوی بود به یک نهزت سیاسی در قالب دین بعد از اینکه محمد به مدینه رفت و یهودیان اون رو نپذیرفتند تغییر حالت و موضع داد محمد به یک جنگجوی نظامی تبدیل شد و اعلام جنگ کرد و به زور اونها را از مدینه بیرون کرد یهودیان و مسیحیان به زمی یا شهروندان درجه دوم تبدیل شدند فقط با پرداخت جزیه اجازه داشتند زنده بمونند و کشته نشند پس تنها چاره ای که داشتن این بود که یا به اسلام ایمان بیارن یا اگر میخوان زنده بمونن باید جزیه بدن و به عنوان اهل زمه یا شهروند درجه دو در قلمرو اسلامی زندگی کنند. مسیحیا دیگه نمیتونستن ناقوس کلیساهاشون رو به صدا در بیارن و یهودیا دیگه نمیتونستن در شفارهاشون بدمند مسیحی ها و یهودی ها دیگه نمیتونستند دور هم جمع و کلیسا یا کنیسه جدید بسازند. بعد از اون نوبت زرتشتی های ایران بود و در طول 13 سال جنگ و نبرد خلاصه مسلمانان ایرانیان رو شکست دادند و زرتشتیان یا باید جزیه میدادند یا اینکه کشته میشدند شیوه جزیه پرداخت کردن به این صورت بود که مراسمی هر ماه در مرکز شهر برگزار میشد و همه جمع میشدند و ایرانیان رو از زبون میکشیدند تا میدان شهر و اونها باید زانو میزدند و دارایی خودشون رو به ملا میدادند در بسیاری از مناطق به مسیحی ها و یهودی ها گردنبندی میدادن که بندازن دور گردنشون و این گردنبند رسید جزیه پرداخت شده بود که نشون میداد اینها جزیه رو پرداخت کردند. زمیها در ممالک اسلامی نجس شمرده می شدند. اسلام بیشتر رشد کرد و هرچی اسلام بیشتر رشد می کرد به تعداد اهل زمه یا شهروندان درجه دوی غیر مسلمان هم بیشتر اضافه می شد. بعد از غارت ایران به زرتشتیان لباس های مخصوصی داده بودند که مشخص بشه اونها مسلمان نیستند. به یهودیان ستاره زرد داده می شد که همه فکر میکنند این ستاره زرد اختراع آلمان است این در واقع اختراع اسلامی در قرن نهم در عراق توسط خلیفه متوکل بود متوکل خلیفه مسلمانان این ستاره رو برای یهودیا ساخت که وقتی در کوچه و خیابان تردد میکنند شناسایی بشن از اونجایی که زمی ها نجس شمرده میشدن اگر یک زمی و یک مسلمان در یک طرف خیابون در حال راه رفتن بودند زمی باید میرفت آن طرف که مسلمون بتونه به راه خودش ادامه بده و مسلمان با نجاست زمی کثیف نشه به مسیحیان زنار داده شده بود اگر یک زرتشتی سوار مرکب بود و یک مسلمان را میدید باید از مرکب خودش پیاده میشد و مرکب خودش اسب یا اولاغ یا قاطر رو به اون مسلمان میداد اسلام همینطوری رشد کرد و مسلمانان به اورشلیم رسیدند اورشلیم رو فتح کردند مسیحی ها دیگه نمیتونستند توی اورشلیم ناقوس ها رو به صدا در بیارن. پاپ اعظم در روم در سال 1090 میلادی خطاب به مسیحیان گفت چطور میتونید بی تفاوت بنشینید و دست روی دست بذارید و اجازه بدید برادران دینیتون به این صورت در سرزمین مقدس مورد ظلم قرار بگیرن و زجر بکشند. باید برید و مسیحیان رو آزاد کنید و به مسیحیان کمک کنید. اینطوری شد که صلیبیان عملیاتشون رو شروع کردند. جنگ های صلیبی به این دلیل شروع نشد که مسیحی ها فقط میخواستند مسلمانان رو مسیحی کنند. سلیبیان برای آزاد کردن اورشلیم حمله کردند و موفق شدند اورشلیم را برای کمتر از 100 سال آزاد نگه دارند تا اینکه صلاح الدین ایوبی اورشلیم را دوباره پس گرفت و اورشلیم تحت کنترل دولت اسلامی باقی موند تا سال 1967 که اسرائیل اورشلیم را آزاد کرد و دوباره یهودیان، مسیحیان و مسلمانان تونستند زیر یک آسمون با هم دعا بخونند. سلیبیان جنگ با اسلام را ادامه دادند و برای 300 سال تلاش و نبرد کردند ولی شکست خوردند و در سال 1300 میلادی صلیبیان از بین رفتند چون نتونستند در برابر اسلام پیروز بشن اسلام به بست و گسترش خودش ادامه داد به اروپای مرکزی رسیدند از ایران رد شدند و به هند و چین رسیدند اسپانیا رو فتح کردند اسم اسپانیا رو به اندولوس تغییر دادند و هرچی اسلام کشورهای بیشتری رو فتح میکرد به تعداد کسانی که باید جزیه میدادند هم اضافه می شد و به این صورت خلافت اسلامی گسترش یافت به همین صورت پیش رفت تا در 11 سپتام پشت دروازه های وین توسط اروپایی ها جلوشون گرفته شد 11 سپتامبر تاریخی نیست که اسامه بن لادن همین جوری از توی جیبش در آورده باشه 11 سپتامبر یک تاریخ سمبولیک در تقویم اسلامیه تا سال 1600 میلادی اسلام بخش زیادتری از سطح زمین رو گرفته بود بین سالهای 1600 تا 1800 میلادی اروپایی دوره انقلاب صنعتی رو می گذارندن. اروپایی اختراعات زیادی رو به کمک کارخانه ها به ثبت رسوندند. که تونستن پول در و تولیداتشون رو بفروشن که این بهشون قدرت مالی داد تا بتونن یک ارتش قوی رو به منظور مقابله با مسلمانان بسازن و اینطوری تونستن جلوی مسلمانان رو پشت دروازه های وین در تاریخ 11 سپتامبر بگیرن اروپایی ها اسلام رو به عقب روندن مسلمانان رو از اروپا بیرون کردند و به سمت خاورمیانه میانه و آفریقای شمالی به عقب روندن در سال 1924 فرمان روایی اسلام به پایان رسید و امپراتوری عثمانی سقوط کرد در سال 1924 آتاتورک ترک به ریاست جمهوری ترکیه رسید و به زنان حق رأی داد حق تحصیل، حق کار کردن، حق انتخاب همسر در همون موقع رضاشاه در ایران به قدرت رسید و هجاب رو برای زنان ممنوع کرد. ریش گذاشتن برای مردان رو ممنوع کرد. به زنان حق تحصیل و حق کار کردن داد و به طور کلی ایران رو تغییر داد. به خاطر همین آخوندها بسیار بسیار از رضاشاه متنفر هستند. زمانی که فرمان روایی اسلام یا خلافت اسلامی در سال 1924 به پایان رسید تا اون موقع خلافت اسلامی برای 1400 سال دوام داشت 270 میلیون نفر در سراسر سر دنیا توسط اسلام کشته شدند 270 میلیون نفر و اون موقع نه سلاحهای کشتار جمعی داشتیم و نه جنگ افزارهای هسته‌ای با وجود این تمام این انسانها با شمشیر سلاخی و کشته شدند مردم دنیا کمتر از 100 سال پیش فکر میکردند که اسلام و خلافت اسلامی دیگه هیچ وقت سر از گور بلند نمیکنه و دیگه هیچ وقت خلافت اسلامی نمیاد ولی در طول یک قرن گذشته دو اتفاق در خاور میانه افتاد که باعث شد اسلامگرایان بتونن خلافت رو دوباره زنده کنن دلیل اول کشف نفت در عربستان بود و دلیل دوم به حکومت رسیدن خمینی در سال 1979 این اتفاق به اسلام گرایان هم قدرت مالی داد و هم حمایت معنوی خلافت اسلامی تازه به وجود نیامده و یک پدیده و اختراع جدید نیست خلافت اسلامی رو که کمتر از 100 سال پیش مرده بود دوباره زنده کردند ما باید متوجه دو موضوع در مورد اسلام و اصول جنگ در اسلام باشیم قانون اول قانون تقیه به معنی دروغگویی و فریب یعنی یک مرد مسلمان میتونه دستش رو بذاره روی قرآن و قسم بخوره که داره حقیقت رو میگه ولی میدونه که داره دروغ میگه و این رو هم میدونه که قرآن اون رو میبخشه چون که داره به پیش برد و هدف و قصد اسلام کمک میکنه موضوع دوم صلح هدیبه که یک اصل و قاعده جنگی اسلامی و یک نمونه در مورد چگونگی فریب دادن دشمن هنگام پیمان بستن با دشمن هست و این بر ای عملی که محمد انجام داده بنا شده وقتی محمد در مدینه زندگی میکرد و متوجه شد که نمیتونه مکی ها رو شکست بده در شهر هدیبیه یک پیمان صلح ده ساله با مکیها بست یک صلح نامه ده ساله مفاد پیمان صلح این بود که محمد بهشون حمله نمیکنه و مسالمت در کنارشون زندگی میکنه و فرمان جنگ بر علیهشون رو هم نمیده محمد دو سال از این صلح نامه استفاده کرد و توی این دو سال سپاه خودش رو قوی کرد و وقتی که مطمئن شد به اندازه کافی قدرتمند شده که بتونه به دشمن حمله بکنه دقیقا وقتی که مکیها ها اصلا انتظارش رو نداشتن چون که فکر میکردند با محمد پیمان صلح بستند محمد پیمان صلح رو شکست و بعد از دو سال بهشون حمله کرد و مکه در عرض کمتر از 24 ساعت به زانو درآمد چون که مکی ها انتظار حمله رو نداشتند و این به یک اصل و قاعده جنگی در اسلام تبدیل شده خلافت اسلامی همان حکومت محمد است ممنون که کانال دیگه چه خبر رو تماشا کردید لطفا ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید پیروز باشید